ولی در برابر استادان محترم خیش این سوال را باید گذاشت. خدای نخواسته اگر سبا و فردا اینجا یک حکومت فاندمنتالیست اکستریمیست ضد تنور و پیشرفت به وجود بیاید، در اونجا سوال از موجودیت و عدم موجودیت پوهنتون مطرح باز است. تمام کانونهای علمی و تنور مطرح باز است. استاد، دانشمند، طبیب، دکتر را بگذاره که خانم فقط ان حق نخواد داشته باشه، نه در تحصیل، نه در مکتب، نه در پوهنتون، نه در خانه، نه در بازار، نه در مارکت، نه در تجارت خانه، نه در فابریک. اینجا سوال اساسی است که باید در برابر استادان گذاشت که از کدام خط باید دفاع صورت بپذیره. تمام تلاش برای ازی که حداقل چیز باقی مانده ایره حفظ بکنیم، ایره نجات بتیم، در غیر صورت ای جنگ و ای توطئه ها و ای دسایس ملی، منطقوی و جهانی نه تنها تنور و ترقی ما را و پیشرفت ما را میخوره، وطن ما را میخوره و تجزیه میکنه. و اینجا هر انسان وطن پرست و وطن دوست و خصوص کسی که چراغ معرفت و تنور را در دست دارد، چه احساسی مسئولیت در قبال تاریخ وطن و مردم و آینده میکند. صادق، سر جفری هاو یا بینظیر بوتو یا آقای بوش در امریکا تقاضا می کنند که ما حل سیاسی مسئله افغانستان را می خواهیم. خب بارها از حل سیاسی مسئله افغانستان صحبت کرده، کنفرانس ها، روی میز ها، حتی موافقات ژنو را امضا کردن و ایست یک سند با اعتبار بین المللی امریکا به مسابه گرانتور و تضمین کننده، پاکستان به ایست متعاقد به سند بین المللی و سازمان ملل متحد و منشور ملل متحد و تمام پایه حقوقی چنین اسناد که ارزش بین المللی دارد، نه تنها پشت پا زدن بلکه به امضاهای خیش که در پای از این اسناد با اعتبار بین المللی زده بودند نیز رو زیر پا گذاشتند. نه تنها مداخله قطع نشد که باید قطع میشد بر اساس سند اولی از این توافقات ژنو، تشدید شد و به تجاوز آشکار و مستقیم مبدل گردید و سوال ادغام افغانستان مطرح بس شد تحت نام کنفدراسیون با پاکستان، سوال بر رسمیت شناختن خط دیورن مطرح بس شد و سوال حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال وطن مطرح بس شد. خب میخواین حل سیاسی را، مگر در کنارش سوال مطرح بس بسازن که حل سیاسی از طریق نبودن حاکمیت و رژیم کنونی مطرح بس است. حل سیاسی که یک طرف قضیه رو شما نفع بکنین با کی انجام میدین؟ چرا این تناقض وجود دارد؟ برای از گلوز ناس این پلان های خود رو نداشتانده، پلان بلیدن وطن. خب ما حل سیاسی وطن رو میخواییم، ولی در کنار عزیز برای مجاهدین یا مخالفین اپوزیسیون رژیم افغانستان سلام میدهیم که جنگ ادامه بکنه، کشتارها و خونریزی ادامه پیدا بکنه و اونا را تشویق بکنیم که هیچ گونه حل سیاسی را نمیپذیرن و باز بگیم که حل سیاسی را میخواییم. و برای ازی باز دولارها، باز راکت ها، باز تمام مسائل. خب در چنین حالته با وجود که کرسی مال شخصی نجیب الله نیست که اونا خواهش بکنن سر جفری ها مورا برای کسی دیگری بخشش بده، این کرسی از ملت افغانستان است و ما این اداره کردیم، حاضر شدیم که در فرصت کوتاه حاضر استیم به طرف انتخابات بریم، بگذارین مردم افغانستان هر کس را انتخاب بکنن برای ما قابل حرمت و احترام. شاید ما را انتخاب بکنن، شاید شما را انتخاب بکنن، شاید اردوی ما را انتخاب نکنن برای کسی سیبون دهید. و اگر
دوستان ما فیصله می کنن که شما بیاین نظامی را به وجود بیارین. بگذار شما نمیتونین این سوالای ما را پاسخ بدین، اونا میان برای ما پاسخ بدن. اگه شما فرضی اعتماد دارید ما قبول میکنیم که بیاید گلبدین یه جرح بدی از این دولت را به وده خود بگیره. این مسائل شما حل و فصل خواهد شد یا این پوهنتون ها و این کانون دانش از معرفت بسته خواهد شد و قفل بزرگ انداخته خواهد شد و در اینجا به طرف یک متود فناتیزم و تعصب گرایی و عقب گرایی قرنها قبل تاریخ افغانستان که تقریبا عقب هم نگه داشته شده از این کدام پس بر ببری شد. یکی رو باید پاسخ داد، این سوال رو باید پاسخ داد و ما توقع ما از استادان محترم همین هست. برای مثلا ما تلاش کردیم که سیاست مصالحه ملی رو مطرح بس بسازیم، برای ما برادر افغان مطرح بس از فعلا که یک دفعه ملت پارچه پارچه خود پس دوباره یک جای بسازم. بگذارین اگر دیروز در اون سب چنگیره بیاید این روز با ما یک جای، با ما اگر در این سب چنگیریم با اونا یک جای قرار بگیریم. باز با روزو بر اساس منافع ملی و تنیخی تصمیم بگیریم که مراودات ما، مناسبات ما با کشورها، با همسایه ها، با جهان اسلام، با غرب، با شرق چگونه باید باشه. ولی ملت را از این چنگانگی باید بیرون کشید. آشتی را مطرح بساخت، برای آشتی بهانه هایی بود، اسلام به خطر است. تمام اصول را مراعات کردیم که گویا ایبانش هم برطرف شد. اتحاد شوروی آمده کشور را اشغال کردن، راه پیدا کردیم که اونا به کشور خویش عودت کنن. سوال قدرت و اقتدار از کرسی را تسلیم میکنیم. بیایید کرسی مال مردم افغانستان است که بریم به انتخابات. ولی سوال ای هست که شما این را تسلیم میکنید، ما را با شما مارخیم، شما روشن فکران، نسل های آینده روشن فکر شما بعد از طی ده ها سال و قرن متهم نخواست هاست که نجیب الله و یاران از اونها و امی کسایی که روشن فکران بودن و در پیشا پیش تنور و پیشرفت و ترقی ساخت بودن مسئول تمام مبارزات چی شد؟ به دست کی سپرد که ما را اینقدر به عقب بندازن؟ ما محکوم نخواست شدیم؟ تمام از این مسائل که میگین این مسائل را بگذارین، قانون های از این مسائل از بین نخواست برن. نزا اگر دایره بزرگ و وسیع و عظیم ما مسائل را با مسئولانه مطرح بس بسازیم در جهت عشق با مسلک خیش، با تحصیل، با علم، با قانون فرهنگ، با قانون پوهنتون ها، با مقام استاد بسنجیم. بازم ما فکر میکنیم شما برای ما اجازه نخواهد دادیم، برای هیچ کس اجازه، به خود اجازه نخواهد دادیم که رژیم سیاهی بر شما مسلط شود. فناتیک، فاندمنتالیست و اکستریمیست. اجازه میدم استادان منور ما اینجا سال تمام مبارزه در این جهت هست که ما از این تنور و پیشرفت دفاع میکنیم و دیگران ما را بحث میکنیم.